سلام به دوستان خوب و عزیز یوتیوبی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من ستاره حسن‌زاده هستم، نوازنده و مدرس سنتور در خدمتتون هستم. اگر این ویدیو رو دوست داشتید میتونید لایکش کنید. توی این قسمت میخوام درس چهارم رو بهتون آموزش بدم، درس چهارم از کتاب شیوه سنتور نوازی. همونطوری که توی درس مشاهده میکنید، همچنان بعد از کلید سول میزان نمای 4-4 رو داریم، یعنی 4 تا سیاه در هر میزان نواخته میشه. البته این 4-4 همونطور که تا الان مشاهده کردید میتونه به صورت 4 تا نوت سیاه بیاد، یا به صورت 2 تا نوت سفید، یا 1 نوت سفید 2 نوت سیاه، 2 نوت سیاه 1 نوت سفید، یا به صورت 1 نوت گرد بیاد که همون اندازه کشش داره. توی این درس هم ما نوت‌های سفید و گرد رو فقط داریم، یعنی دیگه نوت سیاه نداریم و از نوت‌های سفید و گرد این درس تشکیل میشه. همونطوری که قبلا بهتون گفتم، نوت سفید 2 ضرب ارزش زمانی داره و نوت گرد 4 ضرب هستش. اسم درسمون هست قطعه‌ای در افشاری. قطعه‌ای در افشاری قطعه‌ای هست در واقع در آواز افشاری، یکی از آوازهای دستگاه شور در موسیقی ایرانی هست. توی موسیقی ایرانی 7 تا دستگاه و 5 تا آواز داریم. 4 تا از این آوازها مربوط به یکی از دستگاه‌های بزرگ ما، یعنی دستگاه شور هست که بهش دستگاه مادر هم گفته میشه، چون خیلی دستگاه گسترده‌ایه و آواز افشاری یکی از آوازهای این دستگاه محسوب میشه که خودش دارای گوشه‌ها و قطعات مختلفیه. آواز زیرمجموعه دستگاه محسوب میشه، اما در عین حال استقلال خودش رو هم داره، گوشه های خاص خودش رو داره، اما از دستگاه یه مقداری استقلالش کمتره و کوچیکتر هستش. همونطور که یک دستگاه نوت ایست، نوت شاهد و نوت آغاز و خاتمه داره، یک آواز هم نوت ایست، شاهد، آغاز و خاتمه داره. و اگر ما شور سول رو در نظر بگیریم که کوک ساز ما هست، همونطوری که بعد از کلید و میزان نما میبینید ما یه سرکلید داریم که دوتا علامت بمول، یعنی سی بمول، می بمول و لا کرون توش داریم. این علامت های سرکلید هستن که مربوط به کوک ساز ما توی این درس هستن. کوک ساز تشکیل شده از سی بمول، می بمول و لا کرون و بقیه نوت ها به کار نواخته میشن. اگر با همین کوک که نشون دهنده کوک شور سول هست، چون دستگاه شور میتونه از هر نوتی نواخته بشه و کوک بشه فواصلش، حالا شور سول که یکی از کوک های متداول توی دستگاه شور هست، اینجا ما میخواییم آواز افشاری یعنی درجه چهارم شور سول رو بنوازیم، یعنی نوت شاهد یا محوری یا تونی که این آواز میشه 2. همونطوری که میبینید این درس هم با 2 شروع شده، با 2 خاتمه یافته، فرود اومده و به 2 خیلی تاکید شده. نوت های با ارزش زمانی کشیده روی 2 هستن. پس ما متوجه شدیم که آواز افشاری روی درجه چهارم دستگاه شور قرار گرفته، یعنی دستگاه شور توی هر کوکی که نواخته بشه و کوک بشه آواز افشاری میره و درجه چهارمش قرار میگیره. پس شور سول درجه چهارمش میشه نوت 2، سول لا سی 2، و افشاری روی درجه 2 ساخته میشه. حالا بریم که درس رو یک بار با شمارش و یک بار بدون شمارش بنوازیم. کاملا مساوی بشمارید، با صدای بلند بشمارید، چون این شمارش با صدای بلند کمکتون میکنه که صدای خودتون رو بشنوید و شمارشتون رو تند و کند نکنید. و بعد که خوب با شمارش نواختید و درس رو یاد گرفتید و بدون اشکال و از حفظ نواختید، بعد بدون شمارش بنوازید. اون شمارش رو دیگه توی ذهنتون میتونید تداعی کنید و نوت رو بدون شمارش رو کاملا تمیز و زیبا به شکلی که یک مخاطب بشنوه و لذت ببره بنوازید. البته از اون قطعه اول باید خودتون لذت ببرید، قطعه رو به بهترین شکل خواهید نواخت و از دل شما که بیاد به دل شنونده هم میشینه. و این که شما بتونید به این درجه برسید که از قطعه خودتون لذت ببرید، نیازمند اینه که تمرینات زیادی داشته باشی. یعنی یادتون باشه که از وقتی
وقتی که قطعه رو از حفظ می نوازی، چون تمام قطعات این کتاب رو باید حتما از حفظ بنوازی، چون نوت کتاب همزمان نگاه کردن و دشیفر کردن، به این کار که نوت کتاب رو نگاه کنید و همزمان بزنید میگیم دشیفر کردن، دشیفراش. اگر این کار رو انجام بدید همزمان حواستون پرت میشه، به نوت نگاه کنید یا به سال. پس سعی کنیم قطعات رو تیکه به تیکه حفظ بکنیم و این تیکه ها رو در آخر به هم بچسبونیم و از حفظ بنوازید. اون قطعه رو بعد از حفظ کردن تمرین کنید و تمرین کنید و تمرین کنید. تازه تمرین از اون قسمتی شروع میشه که شما اون قطعه رو یاد گرفتید. حالا میخواین تمرین بکنید که بهش مسلط بشید و روح خودتون رو در درون قطعه بدمید تا نوازنده بتونه از قطعه‌ای که شما دارید منحصراً خودتون و با تمام درونیاتتون می نوازید بشنوه و ازش لذت ببره. میریم شروع میکنیم دست رو به نواختن با هم ببینیم. یک و دو و سه و چار و 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 یک و دو و سه و چار و. خب حالا بدون شمارش و کمی با تمپوی بالاتر می نوازیم. خب همونطوری که دیدین هر میزانی اول تشکیل شده بود از دو نوت سفید و نوت میزان بعدی از یک نوت گرد، همینطوری به همین شکل تا آخر درس ادامه پیدا کرده بود. اما توی میزان یکی مونده با آخر، فایی که روی خط پنجم داریم به خاطر اینکه هیچ علامتی نداره، در حالت طبیعی ما فای پشت خرک دوم رو استفاده میکنیم. فای خرک دوم پشت خرک، چون که این فا و فای سفید بالا تفاوتی از لحاظ صدایی ندارن، ولی فایی که پشت خرک استفاده میشه صدای شفافتر و ملموستری داره، به همین دلیل بیشتر استفاده میشه. مگر اینکه یک جا آهنگساز به خاطر اینکه نوازنده دستش باز باشه توی قطعه سرعتی یا به دلایلی که از لحاظ مضراب گذاری میدونه عدد 9 رو بالای فا میذاره و به این شکل ما میتونیم فای بالا رو به جای فای پایین بنوازیم. اما اگر عدد 2 بالای فای خط پنجم بود یا هیچ عددی بالاش نبود، ما در حالت طبیعی فای پشت خرک رو می‌نوازیم. امیدوارم براتون مفید و مؤثر واقع شده باشه. اگر سوالی دارید حتما توی قسمت‌های کامنت ازم بپرسید. خیلی خوشحال میشم که اگر ویدیو براتون مؤثر و مفید واقع شده لایک بکنید و کانال من رو سابسکرایب کنید تا بتونید از اومدن ویدیوهای بعدی ویدیوهای دیگه هم اطلاع پیدا کنید. شما رو به خدا میسپارم. خداحافظ.